در رابطه با رایزنی های امارات اسلامی در مورد اشتراک در نشست دوها با میزبانی سازمان ملل بیشتر بحث میکنم با آقای احمد خان اندر تحلیلگر مسائل سیاسی که از طریق خط از سویدن با ما وصل اندر صاحب شما را به بحث خوش آمدید میگم چقدر میتونیم که انتظار یک تصمیم قابل توجه را از نشست دوها که قرار است در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل برگزار شود داشته باشیم بسم الله الرحمن الرحیم آقای داروش به شما و همتون عزیز و خوش سلام های خوش را تقدیم می نویم واکن که ما افغان به این نشست که از جانب سازمان ملل متحد در پای تخت کشور قطر در شهر دوهر دوهر می خوشبین استیم چون در قبل آنها یا هم قوانین خوش را زیر پا نموده در عقب دروازه های بسته نشست های می داشتن که افغان و جانیانش خبر نمی شدن و یا هم نماینده های امارت اسلامی افغانستان در این نشست ها دعوت میکردن که خوشبختانه در این نشست نماینده امارت اسلامی افغانستان نیز دعوت نموده ولی رقابت های کشورهای ابرقدرت اقدر زیاد شده که فکر میکنم این نشست هم با مشکلات دوچار خواهد شد چون آنها واقعاً یعنی سازمان ملتت به طرفي خوش شواد در ټول شانیم ده درمورد مردمو او کشور ما به طرفي خوش شواد اختيار نه بوده بلکې به اشاره برد. بعضی از کشورهای ابد قدرت درمورد افغانستان فیصله های گونو گونو مینمند امیدوار سم کې درې نشاست بدون از کی اونها اهداف سیاسی استراتیژیکي او استخباراتی خوش را در نظر بگیرن کشورهای همسایه منطقه و جهان به خاطر بیرون رفت از جد زوید کشور ما یک رای حل خوب را جستجو نماید بله آجنده های این نشست به دیدگاه شما چی بوده میتونه؟ با در نظر داشت از ای که به شکل عام گفته شده که گزارش همه هنگ کننده ی ویژه سازمان ملل در مورد افغانستان بررسی میشه اما تا هنوز به شکل دقیق گفته نشده که در رابطه به چه موضوعات عمده در افغانستان صحبت میکنن؟ موضوعات احتمالی که میتونه جا داشته باشه در آجنده نشست چی چیزهایی هستند. آقای امدیس این نشست قبل از قبل ریزی شده بود اما وقتی که چین و روسیه نزدیکت خوش را با امرت اسلامی افغانستان نشان میداد کشورهای غربی این نشست را بسیار مهم گرفتن در حالی که رای واخان یک مشکل اساسی کشورهای غربی بخصوص خصوص ایالات متحده که برایشان خوشایند نیست چون اگر رای واخان باز میشود اقتصاد کشور چین و کشور روسیه بسیار زیاد پیشرفت خواهد کرد بنا مشکلاتی است که آنها قصد نابد میخواهند که وضعیت کشور ما را به می قسم نگاه کند تحریم های سیاسی و اقتصادی جریان دارد بر رسمیت شناخته نشود تا کشورهای مثل هند چین روسیه در ایران در کشور ما سرمایه گذاری نکنند این به نفع بعضی از کشورها بخصوص امریکا نمی باشد بنابراین امیدوار هستیم که آنها نقطه های منفی رو که پیدا کردن مثلا تعلیم دختران افغان هستن قبل از قبل تقریبا ده نهاد به سازمان ملمت در مورد گزارش داده است انتقادهای خود را کرده است این رای حل نیست رای حل در کشور ما فعلا یک امنیت سرتاسری وجود دارد سازمان ملل متحد باید بداند که 45 سال در با میلیون ها انسان افغان شهید شده کشته شده مهاجر شده و در کشور ما نابسامانی های از حکومت های قبلی به جا مانده است باید به طرفانه قضاوت کند برای تعامل سیاسی با حکومت فیلی پیش بین چون سرنوشت چهل میلیون افغان را در نظر بگیرند نه دقدره های امریکا و چین و روسیه درست زمزمه های از حضور تعداد از مخالفان سیاسی امارات اسلامی نیز در نشست دو شنیده میشه هرچند که تا هنوز قطعی نیست اگر قرار باشه که این طرف ها در این نشست حضور داشته باشند چقدر میتونیم به اینکه که این نشست بالاخره میتونه یک تصمیم مهم یک نتیجه مثبت و بالاخره یک راهکار مطلوب در قبال افغانستان داشته باشه امیدوار باشیم فعلا شما وضعیت سیاسی و نظامی جهان را میدانید شاید فیصله های و اجنده این نشست در مغایرت با نشست های قبلی بعضی از کشورها و سازمان ملل متحد باشد اما هرگز گفته نمیتونیم که این نشست موضوعات فیلی کشور ما را به شکل فیصله کن به اختتام خواهد رساند و این مخالفین و یا سیاسی که با شاید نشست اشرا کنند آنها کسایی نیستند که چهره های جدید باشه بلکه وضعیت فیلم کشور ما ناشی از کارکردی های آنها هستند با مردم افغانستان آنها هم خدمت نکردند و نمیتونند که یک یک چهره و یا هم یک عینت حقیقی در این نشست شده باشند بله باشن. بله تا هنوز امارات اسلامی هم قطعا نگفته که قرار است در این نشست شرکت بکنه گفتن که منتظر آجنده میمانیم و میخواهیم که حضور معنادار داشته باشیم اگر قرار باشه که هیئت از امارات اسلامی در این نشست شرکت کنه به دید شما در چه سطح خواهد بود و چقدر واقعا میتونه که از این نشست به نفع مردم افغانستان استفاده کنه مو امید ورم چې نمائنده ای امرت اسلامي بار شکله کې бошل باید اشتراک کنه چونکی یو چانس است تا تصویر حقیقت حکومتداري خښه او وضعیت فلیک شوور مو را, را به جهانیان به تماشا وګزارد و رو به رو باندې نمائنده ای کشور منطقه او جهان او سازمان ملل متحد صحبت نماي فکر میکونم که ای به نفع مردمو افغانستان او به نفع مردمو منطقه او جهان خود بود تا با نمائنده ای امارت اسلامی صحبت شوند اما واضح است که در مقابلشان نقطه های منفی زیاد جستجو شده پیدا شده که بعضی از کشورها قصد و همدن به شمول یابتمت ها نقطه های منفی را که طالبا دارن در پیشوریشان بگذارن و طالبا هم صرف از امنیت خواد حرف خواد زدن بلکه خاطر جستجوی رای حل موضوع باید صحبت شود ما دو نیم سال چانس بزرگی را از دست دادیم که باید عزیب بعد از دست و به هر صورتی که باشد هر دو طرف برای بهبودی وضعیت فیلی سیاسی و اقتصادی کشور ما بندشند بله شاهد بودیم که در سال 2023 دقیقا همین نشست به ابتکار سرمنشی سازمان ملل در دوحه برگزار شد تعداد از نمایندگان های ویژه کشورها در امور افغانستان در او حضور داشتند اما در نهایت این نشست پشت درپای بسته برگزار شد و بالاخره معلوم هم نشد که نتیجهش چی بود تمایزی که فکر میکنین بر نشست فعلی که قرار است تا چند روز دیگر برگزار شود با نشست قبلی چی است با در نظر داشت از این حداقل در این نشست از هیئت امارات اسلامی هم دعوت شده خوب سازمان ملل متحد قسمکه دراول گفتم بترفیخ هیڅ اختیار نه نموده اول نمایهینده حکومت فیلیر قبول نه نمودن قوانين و منشير خود را خودشان زیر پا نهوده و سرمونجی ملل متحد محترم آقای نسیر فایق مووین نمایهینده قبلی را به صفت نمایهینده افغانستان مقرر نموده کی هرگز نمیتواند جوابگو حکومت فیلی در سازمان ملل متحد باشد و در قبل هم اونها یعنی سازمان ملل متحد نه میخواستان که نمایه دهای امارت اسلامي افغانستان در همچو نشسته اشتراک کنن پهلن یک چانس خپي است که فکر میکنوم با آه بعد ازي که كشور چین و روسيا در مورده فیصله های شورى امنيت سازمان ملل متحد راي مستنكيف دادن اونها متوجه شولن که و کماطای روسیه روسیا و چین با طرفداری امارت اسلامی افغانستان قدم می‌گذارند بنابراین این بار آنها تصمیم خود را تغییر دادند سپاسگزار آقای در از اینکه در بحث با ما بوده.